И думаю, Хамлей дастает Русио. Фаинджо Дилшот Саломов. Муборисе ме брат. Инджо Бузингери да камечори Русио. Еще рома и кринатки туба даси. Бузингери дастает Тоджикистон раси даст. Амо дар холати такрор инчис дида ме шават. Воли довар шават не дидин Лазаро. Аксел Хамлей Бузингер до него. Думу Фоблия. Фурца. Барой за мани гол. Да, Бузингер Руза. Йоно. Сарна на гол. И сок. Кушона ме шават. Дар Бузингер Руза. پیش می‌برند. اولین بار در دیدار امروز و آن هم در دقیقه چهارمی رقابت ادریس یورف با زدن گل دست می‌یابد. این اش را واقعا هم شاید ما و شما انتظار نداشتیم که از یک عکس حمله فیضعلی سردارف و ادریس یورف کار می‌کنند و دروازه حریف را رخنه می‌کنند. گویی لحظه تکرار را می‌بینیم. یورف بسیار هم خوب فریب داد بوسینگری دسته روسیه را و حتی امکان پاس دادن به همدستش بود، اما فریب داد و با کناری چپی دروازه دسته روسیه ضربه رو اجرا کرد. اوغوزی بابرور برای دسته یکچین تاجیکستان و بسیار موافق بود کشادن حساب بازی و موفق هم شدیم بازیگران ما. تصور کنید در دو بازی دوستانه اگر بازیگران ما بازدادن اومد با گرفتن پیروزی دست اومد یک ضربه خوبی دل شد سلاموف اما دروازه‌بان دسته روسیه برطرف میکند. اگر بازیگران ما امروز هم پیروزی به دست آورند این بهترین نتیجه برای دسته فوتزالی تاجیکستان به حساب خواهد رفت. اکنون در رایتی دسته تاجیکستان تغییرات می شود. بیننده عزیز ما بازیگران احتیاطی رو می بینیم که با میدان آمدن. وضعیت بسیار خفناک. دلشاد سلاموف بسیار خوب مبارزه برد. حالا شوکت حلیموف در میدان و معلوم می شود که او فیضعلی سردارف رو عوض کردند. همچنین محمد جان شریپوف بهادر خوجایف رو عوض کرده است. دو تغییرات در رایتی دسته تاجیکستان دیده می شود. در حیطی دسته روسیه هم حالا می بینیم تغییرات ها هست. در میدان آنتون روبتسوف تحت رقم 14 بازی دارد و همچنین بازیگر رقم 10 میخائیل ماسکالیوف در فشور بازیگران دسته روسیه هم تو ندارند. به این خاطر فوتبال‌بازان ما هم این لحظه رو خیلی خوب پیگیر هستند و در خط حمایه هم آزادانه هنرنمایی را ادامه میدهند. اکنون در نیمه میدان خود فوتزال بزونی تاجیکستان هنرنمایی کرده ایستادند. یک یک مقابل بازیگران روسیه قرار میگیرند تا حمله های آنها را برطرف کنند. نیکیتا فخرالدینوف حالا از کنار میدان بود. سرگئی دنیسوف هم در میدان پسی او با خط حمله ولی بی نتیجه این حمله آنها به انجام میرسد. خب بیننده عزیز ما باید بگویم که دسته روسیه هم در تاریخ موجودیت خود بعد از پشت خوردن اتحاد شوروی در مسابقه قهرمانی جهان نتیجه های خیلی هم خوب به دست آورده است و یک حمله بسیار خوب از سوی بازیگران ما و فیروز بیگ مرادوف تا به مرکز میدان میآید و حمله بسیار خوب رو هم شروع میکند. ضربه او از پهلوی دروازه از میدان بیرون میشود و دسته روسیه سال 96 اولین بار صاحب مدال های برنزی شد در مسابقه قهرمانی جهان و سال 2016 ما گفتیم در فینال شکست خورد. این اولین فینال در جام جهانی فوتزال برای اونها بود و دو دفعه در مرحله نیم نهایی شکست خوردن. سال 2000 در گواتمالا و سال 2008 در برزیلیا.